ایران میگوید اختلاف‌ها بر سر سه موضوع مهم در وین همچنان حل نشده. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز این موارد را دامنه تحریم‌ها، ارائه تضمین از سوی آمریکا و مسائل حل نشده بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. متاسفانه در سه یا چند موضوع اصلی همچنان طرف‌های غربی و آمریکا تصمیم سیاسی خودشون رو نگرفتن. آنچه که ما در این چند روز انجام دادیم، در تمامی این تماس‌ها تلاش کردیم خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران، منطقش، دلیلش و چگونگی مرتفع کردن این موضوعات کاملا هم برای طرف غربی روشن بشه و همین که مواضع تهران تبیین بشه. خواسته های تهران مذاکره های هسته‌ای را که دیپلمات ها آن را در روزهای پایانی خود توصیف می کردند، حالا وارد شرایطی پیچیده تر از قبل کرده. دو منبع نزدیک به مذاکره ها در وین به خبرگزاری رویترز گفتند که این خواسته های تازه تهران مواردی است که پیشتر بر سر آنها توافق شده بود. تهران همزمان بر حسب نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا هم پافشاری می کند. پرسش‌های بی‌پاسخ آژانس از تهران درباره آثار اورانیوم یافت شده در چند تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده این کشور هم از مواردی است که ایران خواستار بسته شدن پرونده آن شده. یکی از این منابع به رویترز گفته که موضع ایران پس از سفر علی باقری مذاکره کننده ارشد این کشور به تهران بیش از پیش سخت‌تر شده. اما این خواسته‌های تهران پیشتر از سوی غرب رد شده و در پیش‌نویس توافق اعلام شده بود. در هفته‌های اخیر مخالفان احیای توافق هسته‌ای هم از لغو تحریم‌های سپاه و آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. از جمله شماری از سناتورهای آمریکایی، مقام‌های اسرائیلی و همچنین معترضانی که در جریان 10 ماه مذاکره‌های هسته‌ای بیرون محل برگزاری این نشست‌ها تجمع برگزار کردند. سپاه پاسداران عرصه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را در دست دارد. نیروهای نظامی از جمله برون مرزی و هوافضا را در اختیار دارد و شماری از اعضای این نهاد در دولت ابراهیم رئیسی صاحب مناصبی هستند. حالا که مذاکره های هسته‌ای به گفته دیپلمات‌ها در وین وارد روزهای سرنوشت ساز خود شده، سه کشور اروپایی میگویند که موضعشان مشخص است و این پیشنویس آخرین پیشنهاد آنها به تهران است. تهران با آتش بازی میکند. همانطور که در فرانسه میگوییم، باید بدانید که تا چه حد میتوانید زیاده روی کنید. ترویکای اروپایی میداند که کجا ایستاده. پایان بازی. وزارت خارجه فرانسه دیروز تاکید کرد که گفتگوها بر سر احیای توافق هسته‌ای باید در هفته جاری پایان یابد. اسرائیل هشدار داده که در صورت شکست دیپلماسی در مهار برنامه هسته‌ای ایران رویکرد دیگری را از جمله حمله نظامی اتخاذ خواهد کرد. آنچه که با تهدید متقابل تهران روبرو شده، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که شکست گفتگوهای احیای برجام می‌تواند تنش‌ها را تا سرحد بروز یک درگیری نظامی در منطقه بکشاند و همچنین تحریم‌های بیشتری را هم به سوی ایران روانه کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.